به گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، این نامه 14 ماده ای 4 ماه پیش به تمامی آرایشگران فرستاده شد، اما به گفته او این نامه از سوی آرایشگران عملی نشد. در این نامه که به آرایشگران فرستاده شده آمده است که آرایشگران در اوقات نماز نمازهایشان را ادا کنند، حجاب اسلامی را رعایت کنند، مواد آرایشی نباید شکننده عضو باشد، پیش از آرایش زنان باید عضو بگیرند، کمره های امنیتی در داخل آرایشگاه ها نباید نصب باشد، مردان اجازه ندارند تا در آرایشگاه های زنانه حضور داشته باشند، جای عضو در هر آرایشگاه باید مهیا باشد، آرایشگران نباید به خانه مشتری بروند. موږ ډیره هڅه وکړله څو میاشتې مو په همدې ورسره تیر کړل، خو چونکې هغه ورکړل شوی مکتوب نه عمل نه پرې کېده، هغه نه تطبیقی کېده، نو د دې له وجې څخه دا ډول پرېکړه وسوشو. در این میان اتحادیه آرایشگران نیز تایید می کنند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر از آنان خواسته بود تا دستورات این نامه را عملی بسازند، اما به گفته این اتحادیه وزارت امر به معروف به داشتن برنامه مشخص برای نظارت و عملی ساختن دستوراتش با یک بارگی تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه های زنانه را صادر کرد. بر ما گفتن که باید دستورنامه اجرا نشه، ما میره با خانم ما هم آهنگ کردیم، شیشتیم، گپ زدیم که از بعد دیگه باید در سالنایتان تتو نشه، آشور نشه، خط لب نشه و دیگر از نگاه شریعت اسلامی مشتریتان به ایجاب نبراید، در داخل دکانایتان با ایجاب باشید. ما فعلا خود ما شکر مسلمان هستیم، نماز خدا میخوانیم، وضو خدا میکنیم، همراه مشتری ها قیمت بلند گذاب دیگه چی نمیکنیم، با قیمت باید مناسب میکنیم، دیگه همی مشتری ما را توضیحات میتیم که مال خدا جمع نگاه کنن و کدام گپی دارشگاه نخیم. همزمان با این آرایشگران زن میگویند که حاضر به پذیرش هر گونه قوانین و اصول از سوی امارت اسلامی اند. به گفته آنان حکومت سرپرست باید تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه های زنانه را ملغا بسازد. اینا یک دفعه سروی میکردن و دکان های آرایشگاه را میگشتن و میدیدن که کیها این 14 ماده را عمل کرده بودند و کسایی که عمل کردن هم که باید پرسان میکردن و کسایی که نکرده بودند. پس ما از اماراتی است که بر ما یک چانس بده. کسایی که عملی میکنن دیگه وارا بانه که کار کنن آنوار خانهشان است، کسی که عملی نمیکنه اونا را بسته کنه، در طرف از ما چرا بسوزیم؟ از سوی هم اتحادیه آرایشگران تأکید میکند که با فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر مسدود شدن آرایشگاه ها 12,000 آرایشگاه های زنانه بسته خواهند شد و بیش از 50,000 تن نیز از کار محروم میشوند. این در حال است که روز گذشته چهارشنبه هفته روان نیز گروه از زنان آرایشگر در واکنش به تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه ها در کشور راهپیمایی اعتراضی کردند.